شما فکر کنید قیمت مرغ چی نمیاد پایین؟ یه خاندانه کل کنجاله و ذرت و این چیزا رو میخره، شرکت کشتیرانی داره، کشتی خودش بار میزنه، اینور کشتی داره تحویل میگیره، بازارم داره، فقط هم از این بعد بخره. بهش میگن میخوایم ذرت وارد کنیم قیمت بشکنه، ذرت رو آب نگرمی داره. آقا دولت چرا کم نمیکنه برویم مرغ فلان؟ اصلا اینجوری نیست. طرف اومد تلاش کرد یه ارتباط گرفت که مثلا از جای دیگه بیاد مرغ وارد کنه، ذرت وارد کنه. زنگ زدن تهدیدش کردن، گفتن این کارو بکنی فردا برکنارت میکنیم. یعنی طرف تو خود وزارتخونه آدم داره. اینا میشن اولیگارشی. با این اولیگارشی مقابله کردن سخته. حمایت شما مردم هم میخواد، حمایت ما مردم هم میخواد. نمیشه همینجوری زدشون. حل کردن مسائل تو کشور کار داره، احساس داره. اونی که پول داره قدرت داره، قدرت فقطی داره شروع میکنه برای خودش آدم خریدن. شما کافیه دست به آقای حجاریان بزنی، بگی مثلا آقا طبق این سخنرانیایی که فلانی انجام داده، اسناد و خاطرات این چیزایی که هست، کیفر خواست، شما به کدوم سرویس وصلی؟ تمام سیستم بیمه کشور قطع میشه. چرا؟ چون کل بیمه کشور دست مسعود حجاریانه. انرژی اتمی میخواد ملی بشه، مدارس انرژی اتمی که دانشمند تربیت میکنه میرن تو همون انرژی هستید، مال مسعود حجاریان. خوباتو میزنن، اونی که با سر کار باشه میذاره. علی اکبر صالحیت عمش قرة‌العینه، قرة‌العین بهایی، میخواد منافع ملی دفاع کنه، پررو پررو با وقاحت کامل اومده تو شبکه مستند دفاع کرده. نه این چیزا رو که میگفتن، اصلا این آدم اینجوری، اینا تحریف تاریخه. میخواستم جوابشو بدم، 5 صفحه آچار فقط سند نوشتم. فریدون عباسی دوانی، دانشمند هسته ها، سوپر انقلابی، من نمیدونم، کارشناسا امنیتی میگن ترورش ساخته. کی زده؟ معلوم نیست. چرا باید بزنم؟ اینکه باید بید بالا. انقلابی ها برجام دفاع کنه فلان؟ بله. میشه بگی تو کمیسیون انرژی چرا موافق استیضاح حسن روحانی ولی مخالف استیضاح زنگنه؟ چرا مخالف شفافیتی؟ آی اسلامی که گذاشتنش رئیس انرژی اتمی ما تو دولت قبلی که وزیر کار بود خیلی کارنامه عالی داشت، نه؟ الان اومدیم ور انقلابی شد. علی کردن مسائل تو کشور ما، ببین یه کشوری خدا به ما داده، همه چی داره. وقتی همه چی داشت، اونایی که ابرقدرتن میان میگن این همه چیز باید مال ما باشه. دوست دارم من و تو هم تو جهل باشیم. یعنی صدا و سیمایی که من برنامه بازگشت رفتم قسمت 8 در مورد شیخی و بهایی و نقش یهود تو فرقه سازی تشیع صحبت کردم، برنامه‌مو کشیدن پایین، که عزیز جعفری فرمانده سپاه اون موقع گفتیم برنامه مهدویته، بذار بره بالا فرم گوغر، یه جایی گفتن اصلا نمیکنه اینقدر بالا، زورشون زیاده، نمیشه برنامه بره بالا. وقتی توی همچین حالتی مواجهی، بعد توقع داری صدا و سیما مثلا بیاد کار درست کنه برا اینا؟ نیازمنده اینی که من و تو حرف همو بفهمیم، بدونیم داره چی میگذره. به خدا امام 42 انقلاب کرد با همین سخنرانی ها بود، حرفا تو دهن هم دیگه چرخید، فهمیدن تو کشور داره چه اتفاق میفته. برای همین از لحاظ ایدئولوژیک با این نظام، با مبناش مخالفت کردن، مبنایی که امثال فروغی چیده بودن تو کشور نیستن، جمع کردن رفتن. کاووس سید امامی سه نسل یهودی بودنش خودشو مخفی کرده بود، میفهمی یعنی چی؟ یه خاخام یهودی داریم، عکس خانواده‌اشو گذاشته، 12 تا بچه داره، بعد یکی از بچه‌ها مسیحی کاتولیک شده، 3 شیعه شدن، 2 سنی شدن، یکیشون رفته یهودی شده، همه‌شون هم جریان ساز. ما اینکه خصوص تو این مملکت داریم دست یهودیه، نوه یکی از این گنده‌های یهودی تو دوره پهلوی بوده. خب میگم مشکل هست، منتها دلیل نمیشه ول کنیم. خسته شدید، فشار زیاد بوده، ناامیدیه، اصلا اینو معنی نداره. به خدا اولش برای ظهور بدتر از اینا سرمون میاد. میگه ظهور در ملغمه ای از عرق و خون شکل میگیره.